سلام بینندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم در پخش مستقیمی برنامه خبری همراهی شما. امروز دوشنبه 3 دکبر است. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز که طی 15 دقیقه تقدیمتان می شود. تویوتا با تنگیم برخورد، دو نفر هلاک شدند. در شهر خوروغ بر اثر صدمه دو مسافری تنگیم با دریا افتاد، یکی یافت شد، جستجوی جسد دیگر ادامه دارد. 700 شهروندی تاجیکستان در 15 سال قربانی خرید و فروش انسان شدند. قربانیان قاچاق انسان در تاجیکستان به چی نیاز دارند؟ و هدف ما هم همین است که حکومت های کشورهای منطقه سری مکالمه نشینند و در این سمت کار بکنند. امتیاز در کار نشد، چرا تاجران ازبک بازار خاصه برای آنها تاسیس شده را در اسفره ترک کردند؟ رسماج قیمه شد، سانی با یخیاجی دی پرچه زگرند. مقامات قدرتی تاجیکستان یک افسری نیروهای مرزبانی را در خوروغ پس از صدمه نقلیاتی که باعث هلاکت دو نفر گردید بازداشت کردند. در حادثه شب 1 دکبر در شهر خوروغ خودروی تویوتا رفی افسری نیروهای مرزبانی با نقلیات مسافرکش تنگیم برخورده است. مقامات میگویند در این زمینه تحقیقات شروع شده است و سببهای اصلی صدمه معین کرده می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهری دوشنبه. یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان در شهر خوروغ در پی یک صدمه نقلیاتی که باعث مرگ دو نفر گردید بازداشت شد. حادثه شب 1 دکبر در محله نیروگاه پامیر شهر خوروغ رخ داده است. یک منبع معتمد در مقامات انتظامی برادای آزاده گفت این افسر پس از این حادثه بازداشت گردید. در این حادثه دو نفر به هلاکت رسیدند که جستجوی جسد آنها در کانال ادامه دارد. نیازعلی قنبروف معاون رکتور دانشگاه دولتی شهر خوروغ بر رادیوی آزاده گفت یکی از قربانیان دانشجوی این مؤسسه می باشد. این آیچی این به خانه رفتنی شده است، باید در طرف همون میکرایون گیست که در خانه خیشان زندگی دارد، همون طرف رفت است و ماشین بالا آمده است از طرف نوای شهران سوچون، بعد راه صدمه شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند فعلا یک کمیسیه برخورد ماشین رفتار افسر نیروهای مرزبانی و مسافرکشی تنگیم را در شهر خوروغ تحقیق دارند و سببهای اصلی سرزدن حادثه را معین خواهند کرد. در شهر خوروغ از 2 ماه به این طرف پاسگاه‌های پلیس عمل میکنند که به گفته مقامات هدف از فعالیت آنها این تامین ولایت قانون میباشد. تا حال مقامات در این باره حادثه برخورد رسما یگان شرح ندادند و اسم افسر بازداشت شده نیز فاش کرده نمیشود. بعد این هم در حال است که خبرگزاری فرگان نیوز خبر داده است که یک گروه ساکنان خوروغ پس از این حادثه میخواستند افسر را خودسرانه محاکمه کنند و پلیس مانع کاری آنها شده است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه. بیننده ارجمند، تحولات این صدمه را همکاران ما پیگیری دارند. با تازه‌ترین خبرهای شهر خوروغ شما را در نشرهای بعدی آشنا خواهیم کرد. ترکیه، روسیه، امارات متحده عرب و افغانستان این فهرست کشورهاست که بیشتر شهروندان تاجیکستان مورد خرید و فروش و استثمار کاری و شهوانی قرار می گیرند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها در 10 ماه سال روان 49 نفر را با جرم خرید و فروش انسان دستگیر کرده است که بیشتری آنها زنانند. کیها و با چه هدف شهروندان تاجیکستان را به خارجیان می فروشند؟ ادامه این موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی از شهری دوشنبه. سازمان جهانی مهاجرت میگوید در طول 15 سال فعالیتش در تاجیکستان بیشتر از 700 نفر شهروندان تاجیکستان را به صفت قربانی قاچاق انسان شناخته است. این آمار در حاشیه نشست در دوشنبه گفته شد که موضوع قاچاق انسان در کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان مورد بررسی قرار داشت. این تعداد شهروندان تاجیکستان برای کمک به نمایندگی های سازمان جهانی مهاجرت مراجعه کردند. البته قسمتی از مردم و ساکنان تاجیکستان در مهاجرت مهنتی است. متاسفانه در ضمن تعدادی از آنها با حادثه های قاچاق انسان مواجه می شوند. مشکل قاچاق انسان نه تنها در افغانستان بلکه کشورهای آسیای مرکزی به مشاهده می رسد و هدف ما هم همین است که حکومت های کشورهای منطقه سری مکالمه نشینند و در این سمت کار بکنند. کشورهای اصلی مهاجرت شهروندان روسیه، جمهوری‌های دیگر اتحادیه دولت‌های مستقل، ترکیه، خلیج فارس نام برده می‌شود. معمولاً در همین کشورها بیشتر مورد قاچاق انسان و استثمار قرار می‌گیرند.
همچنان افغانستانی هممرز با تاجیکستان از کشورهای دیگری هست که حادثه های قاچاق ساکنان تاجیکستان در این کشور ثبت شده است. و اما آمار دقیق موردهای گرفتاری شهروندان تاجیکستان به حادثه های قاچاق انسان در افغانستان گفته نشد. بوده در اما از طرف توسط ادارات افغانستان توسط برشان کمک صورت گرفته، مثلا خصوصا در بعضی مواردی که از خصوصا از بخش از کشور همسایه ما تاجیکستان. افغانستان یک کشور نوامن همسایه تاجیکستان و آسیای مرکزی است و احتمال افزایش موارد قاچاق انسان از کشورهای منطقه در افغانستان زیاد گفته می شود. در ضمن راه مؤثر مبارزه با قاچاق انسان مکالمه مقامات و تبادل سریع اطلاعات در این مورد گفته می شود. طبق اطلاع اخیر وزارت داخلی تاجیکستان در 10 ماه سال جاری 49 نفر با جرم قاچاق انسان دستگیر شدند که از این 5 نفر مرد و 44 نفر زن می باشند. 90% دستاندرکاران قاچاق انسان زنان گفته می شود. از شماره عمومی قربانیان جنایت قاچاق انسان 36 نفر زن و 10 نفرشان طفل بودند. پس از برهم خوردن نظام ویزا، اوج گرفتن روآ و تجارت میان ساکنان تاجیکستان و ازبکستان، مقامات در ناحیه اسفره ولایت سوخت برای تاجران ازبک مخصوص بازار را با نام نوبهار تأسیس دادند. در این بازار تنها تاجران ازبک در رسته های آن مالهای خود را به فروش می آوردند. اما سودا دیر دوام نکرد و پس از 3 ماه تاجران ازبک بازار را ترک کردند. چرا تاجران ازبک از این بازار اسفره رفتند؟ ادامه این موضوع در گزارش همکارم شهلا عبدالله و کیومرسی عطا. این بازار شهر اسفره تا 3 ماه پیش ارزانترین و سر آدم بود. آن را بهار امسال برای تاجران ازبکستان و تاجیکستان تأسیس دادند، اما تنها 3 ماه فعالیت کرد. موضوع سال دقت کردیم چه خیل رست ماشه قیمه شد. سوانی با یخیاچی دی پرچه سکرن. سیمه تماجه بیامال در آور. بعد از 3 ماه سن بهش سر کردیم. چی گفتن خودشان؟ خودشان گفتن رسماش قیمه احساس گفتن. 3 ماه پیش در اینجا نزدیک به 100 نفر تاجران ازبک فعالیت میکردند. شروع از محصولات غذایی تا جاروب و گلها را پیدا کردن امکان داشت. سویت های کریم باب کرده کرده همشه کرده دوده بید. جای خواباشان بود. همشه چیک بیه پولین جا با ازبک ها با. همشه. داناخان نظیر و یکی از فروشنده های بازار نوبهار بود. بعد از آنکه هموطنانش ترک بازار نوبهار کردند، اون نخواست مزاجانش را در تاجیکستان از دست بدهد. به بازار مرکزی شهر اسفره آمد. در اول سودا ناز بود. بعد برای بعضی ها مشکلی به رسمیت دراری گمرکی پیش آمد. بعدا خریدارانمان کم شدند. اینجا سودایمان خوب است. حالا به مثل داناخان بعضی از تاجران ازبکی راه‌های نوی تجارت خود را میکابند، در یک کناری بازار مرکزی شهر اسفره جای گرفتند. بازار نوبهار که چون رمز تجدید مناسبات تاجیکستان و ازبکستان باز شد، اکنون خالی مانده است. مردم آمده میپرسند. هم بیپان پرسیان هم ازبکا چوبه نامسا سو پرسیان. نوشو پلکتای دیدید ازبکای زده مانده گرشن. آمسا براسیان. دلیل بسته شدن این بازار را مسئولان حکومت شهر اسفره در رقابت پذیر نبودن مال و کالای تاجران ازبک ارزیابی کردند. به قول آنها تاجران ازبک به دلیل پیدا نکردن خریدار خود نخواستند کارشان را ادامه بدهند. با باز شدن مرزها محصولات ارزان ازبکستان به تاجیکستان ریخت، اما تاجران میگویند با گذشت وقت نظام سودا سخت‌تر و جوش و خروش کمتر شد. زمینن همین لحظه ها به دست ما خبری تازه رسید که به ساکنان ناحیه اسفره رب دارد. در پای تغییرات کادری که امروز رئیس جمهور امام علی رحمان در مقامات وزارت امور داخله به عمل آورد، جنرال شاه اسکندروف از وظیفه رهبر شعبه کارهای داخله شهر تورسونزاده آزاد و سردار شعبه کارهای داخله ناحیه با قرغیزستان هم سرحدی اسفره تعیین کرده شد. بیننده ارجمند در مورد تفصیلات دیگری تغییرات کادری در وزارت امور داخله برایتان در نشر نوی برنامه بامدادی اطلاع خواهیم داد. یک جفتی دلداده در امریکا پس از 10 سال همزیستی بالاخره قرار کرد که ازدواج کنند. داماد برای عروسش انگشترین خریده در میدان تایمز سکویر شهر نیویورک با دلدادهش پیشنهاد ازدواج کرد. اما در این اسنا انگشترین به چاه آبو کوریز افتاد. ادامه قصه را در گزارش همکارم خیرامان و قزاده بشنوید. پلیس شهر نیویورک جفتی عاشقانه را پیدا کرد که روز جمعه 30 نوامبر در میدان معروف تایم سکویر بنیادی برپا کردن اویله
عهد بستند. جستجوی عاشقان بدیان شروع شد که در لحظه های بسیار مهمی عرض محبت و دلبستگی جوانان انگشتری مراسم فاتحه به قبوری آبگذر افتاد. رسم اروپایی ها و امریکایی ها این است که در مراسم فاتحه داماد آینده به نامزدش انگشتری تقدیم میکند. روز یک شنبه پلیس نیویورک در صحیفه‌اش در شبکه تویتر نوشت که خادمان آنها نیز در جستجوی انگشتری مراسم فاتحه این جفت بریتانیایی همراه شدند. توجه پلیس به این جفت عاشقان از آنجا کشیده شد که دو نفر تلاش داشتند در قبوری آبگذری میدان سیرودمی تایم سکویر انگشتری افتاده را پیدا کنند. حادثه شب 30 نوامبر رخ داد و صحنه تلاش‌های بیرون آوردن انگشتری از داخل قبر در کامراهای خیابانی ثبت شد. ولی در ویدیو صحنه پیشنهاد انگشتری و هم عرض محبت کردن جوان دیدن نمی شود و تنها حالت در زانو نشستن او ثبت شده است. پلیس گفت که بعد این حادثه همچنین در تلاش پیدا کردن جفت عاشقان شد. بالاخره روز یکشنبه در خبر پلیس گفته شد که انگشتری ناپدید شده پیدا شد و به صاحبانش برگردانیده می شود. چند ساعت بعد جان و دانیل از شهرک پیتربورو شهرستان کمبریجشیر بریتانیا از خود خبر دادند. جون و دانیلا دوامی 10 سال آخر با هم بودند و در جریان بازدید اخیر از نیویورک جوان تصمیم گرفت که نهایت بعد دوست دخترش پیشنهادی برپا کردن اویلا کند. انگشتری تیلوی اورویافته با سنگ‌های قیمتبها دوامی 2 روز در کیسه جون بود و نهایت وقتی او خواست در یک محیط زیبا و خاطرمان با دانیلا پیشنهاد عروسی کند، انگشتری به زمین و از آنجا به قبر افتاد. در شهر کولوبی ولایت ختلان تاجیکستان یک گروه جوانان معیوب که با اروبچه راه می روند دسته بسکتبال تاسیس داده با هم رقابت می کنند. بازیگران این دسته همگی با اروبچه های مخصوصی ورزشی در میدان قوه آزمایی می کنند. همکارمان در شهر کولوب محمود جان رحمتزاده بازی این دسته را از نزدیک مشاهده کرد و این گزارش را آماده ساخت که حالا آن را با هم می بینیم. قوه آزمایی دو دسته بسکتبال غیرت دوشنبه و امکان شهری باختر در دانشگاه کولوب برگزار شد. در حاشیه یک برنامه گسترده ترغیباتی مؤسسان این تیم ها می خواهند در منطقه های تاجیکستان شخصان امکانیتشان محدود را به بسکتبال جلب سازند. جوان مایوبانی که جوان در همه نواحی هستند بگذار به مرد و ورزش مشق و ورزش تمرین مشغول باشند و سلامتی خود را قسمتشان هم برقرار کنند. این تیم ها با تلاش های خصوصی ورزشگران تأسیس یافتند. این جوانان را از ناحیه های گوناگون تاجیکستان جمع کردند. مربی ها میگویند حالا با برگزار کردن این گونه مسابقات میخواهند زمینه برای رشد تیمی پارالمپی تاجیک به وجود آورند. ما مقصد داریم در آینده برای اشتراک کردن در مسابقه های رسمی و غیر رسمی در بیرون از خارج کشور اشتراک کنیم و همین ورزش نمود خود را در آنجا معرفی کنیم. ورزشگران مقصد دارند سری هر ماه به گوشه و کناری تاجیکستان سفر کنند و آنجا جوانان با استعداد را به این نوع ورزش ترغیب نمایند. مقصد این است که در تمام نواحی تاجیکستان تیم های همگون دوشنبه و باختر تأسیس یابند. من می‌خواستم که همون شخصان متصدی و کارها هم باید دستگیری کنند و ورزش ما پیش بنند. حالا ورزشگرانی که در تأسیس تیم های بسکتبال تشبث نشان دادند از حساب مبلغ های خودی و دستگیری تشکیلات های بین المللی فعالیتشان را به راه ماندند. آنها امید دارند این جوانان روزی از روزها از خود درک خواهند داد، چون که غیرت و امکانیت را در آنها دیدند. روز یکشنبه در پایتخت گرجستان هزارها نفر بر ضد پیروزی نامزدی حزب حاکم سلام زورابیشویلی در انتخابات پرزیدنتی این کشور اعتراض کردند. با عقیده آنها این انتخابات پر از تقلب بود. با همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. اما اگر شما میخواهید خبر و گزارش های این بیشتر را پیدا نمایید، پس شما را دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک آدنا کلاسیک هم برای شماست.